سلام و وقت شما بخیر. نخست عرض تسلیت داریم به اونین از خانواده هایی که امروز در حادثه عزیزان خود را از دست دادن و همچنان شفای عاجل برای اوید از بیمارانی که در بیمارستان ها بستری هستند. و امروز بحث روی موضوعی که انتخاب کردیم بحثی خواهیم داشت، اما در نخست چند رویداد مهم اقتصادی. کار 52 پروژه توسعه‌ای از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز شده است. این پروژه ها شامل ساخت سرک، دیوارهای سنادی و کانالهای آبیاری می باشد که در 16 ولایت کشور تطبیق خواهد شد. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که این زیرساخت ها افزون بر مهیا ساختن زمینه کار برای صدها تن از توسعه کشاورزان و مدیریت آب نیز نقش مهم خواهد داشت. بیش از 10 میلیون افراد که واجد شرایط کار هستند کار منظم ندارند. اتحادیه کارگران میگویند که بیش از 20 هزار جوان به مارکت کار میآیند اما کار وجود ندارد. آگاهان اقتصادی میگویند که حکومت نتوانست زمینای ایجاد شغل را ایجاد کند. و اینجا برای بحث بیشتر با نظر نظری استاد دانشگاه با ما هستند. و استاد سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. سلام بر شما، سلام به همه شهروندان افغانستان که واقعا امروز تعداد زیاد جوانان، زن و مرد، پیر و جوان در خون غرق هستند و به اشتبرین برای شهدای افغانستان از خداوند جل الله شانه میخوام. صبر جمیل به تمام فامیله های این شهدا و زخمی های افغانستان از خداوند جل جلاله میخوام. واقعا من خیلی غمگین هستم و دلیل از اینکه برادران ما از دستمان رفت، خواهران ما از دستمان رفت، پدران ما هر روز از دست می رود، ولی نمی دانم که چرا. این چراها را باید اون ستونه هایی که در داخل نظام وجود دارن و موجود هستن و فعالیت می کنن و از اون آدرس نان لقمه نان مردم افغانستان اونا می برن باید جواب بدن. خیلی سپاسگزارم از شما که با مردم ما را دعوت کردید. آقای نظری، بحث امروز در رابطه با ایجاد شغل است و به نظر شما افزایش روزافزون افراد بیکار در کشور دقیقاً چقدر میتونه که چالش زا باشه؟ خب من یک بحث دارم در کلیات در از سال 1381 و 82 الی اکنون. اگر ما به گذشته 1381 1382 بعد از رژیم طالبان و امر روی کرده حکومت انتقالی در افغانستان و نظام انتخابات در افغانستان بر بگردیم، در اون زمان فرصت ها خیلی زیاد بود، فرصت ها هم زیاد بود و همچنان کار هم زیاد بود، ولی متاسفانه که منابع تخصصی یا نیروی انسانی وجود نداشت. اما اگر واقعا ما میخواستیم که دولت میخواست که کشور را به طرف ثبات ببره، از اون جایی که از اون نظام زمانی که نظام تغییر کرده بود و حکومت انتقال کرده بود باید برنامه برای امروز میگرفت که ما شاهدی همچو حملات، همچو فرارهای جوانان از افغانستان و غیره مسائل دیگه در داخل کشورمان هست نمی بودیم. بله، این کوتاه هست. حالا سر اصل مطلب میچرخم که این که ما چرا بیشتر از یک میلیون یا 10 میلیون جوان بیکار هستن. دولت، تجار، شهروندان افغانستان، کسانی که واقعا زنده هستن، زنده اقتصادی هستن یا حرکت اقتصادی دارن، اینا همه محصول هستن در قبال این جامعه. حتی ما، حتی شما، حتی هر جوانی که در این کشور زندگی میکنه، در ریخن خاک زندگی میکنه، مسئولیت در قبال جامعه داره. بنابراین اساس ما اگر اندیشه یا فکر کار اگر داشته باشیم، برای خود زمانی که زمینه را برای خود 1% دریافتیم باید اشتغال داره برای خود ایجاد کنیم. بعدش بیشتر برای کسی که در پهلوی ما هست، در شک بدون شک دولت مسئولیت اشتغال زاهی و همچنان تأمین اهمیت و تأمین رفاه عامه و رشد اقتصادی در یک کشور. به نظر شما قبلا از فرصت ها یاد کردین، به نظر شما دلایل چی بود که ما نتوانستیم از اون فرصت هایی که گذشت استفاده خوب کنیم؟ اگر ما از اون فرصت ها استفاده می کردیم، امروز چقدر از این افرادی که بیکار هستن، البته گرافشون پایین می آمد یا کاهش پیدا می کرد؟ خیلی خوب،
یکانه دلیلی که اساساً این موضوع را خیلی داغ ساخته امروز تخصص در اون زمان بود. واقعا کسانی که در رأس دولت و حکومت افغانستان قرار گرفته بودند، اینها متخصص پالیسی استراتژی و تحقیقی برای یک کشور نبودند، ولی دیدگاه دوری برای آینده این کشور نداشتند. اونا فقط در فکر از این بودند که ما چگونه پول در جیب خود بان، یعنی در اون زمان تخصص وجود نداشت؟ دقیقاً دقیقاً تخصص وجود نداشت، ظرفیت وجود نداشت، ظرفیت هایی که موجود بود از اون استفاده نشد و به خاطر نسل نهی افغانستان اصلا فکر نشد و فکر از این نکردن که آیا نسل که در آینده روی کار می آید اینها چه کار باید کنن؟ و تعداد تراکم نفوذ و تعداد تراکم جوانان و نوجوانان که از دانشگاه فارغ می شوند وجود نداشت. اینها در اون زمان ببینید تخصص ما گفتیم خیلی کم است و فرصت ها خیلی زیاد بود برای اشتغال زایی. یک راهی که خیلی وجود داشت وقتی که دولت آمد، خب قانون تحصیلات طالبان دو ساعت بالاخره تبدیل کرد، چنج کرد و تعلیل آورد در قانون تحصیلات عالی افغانستان و دانشگاه خصوصی را ایجاد کردن و در سرتاسر افغانستان بالاخره در همین کابل که ما شما زندگی میکنیم میبینیم که بداها دانشگاه وجود داره، ولی برنامه ریزی برای از اینکه این جوانان از این دانشگاه فارغ میشوند فردای هزینه مشغول شوند وجود نداشت. حالا خواهی نظری در اینجا به نظر شما وظایف وزارت کار و امور اجتماعی چه هست؟ در این چندین سال چه کارهایی توانسته بکنه؟ خب وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی بدون شک اساساً یکی از بخشهای اساسیش اشتغال زایی و کاریابی هست که باید وزارت کار و امور اجتماعی برنامه هایی می داشت که در سطح نفوذ که در چند طبقه ای می داشت، سطح نسل نو، نسل تازه روی کار، نسل اصل تخصص، نسل افراد با تجربه یا متخصصین، کسانی که تجربه داشتن، این در سه مرحله تقسیم میکرد. از این سه مرحله کاریابی برشون در مقطع‌های مختلف صورت میگرفت. آقای نظری، در حال حاضر نظام فعلی چه برنامه ها داره؟ چه برنامه های داشته و یا مثل گذشته ها خواهد بود؟ خب معمولا نظام فعلی آنچه که برمالا هست، منم میدانم، خودت هم میدانی و همه شهروندان افغانستان هم میدانند و همه بینندگانی که همین اکنون ما را از پای تلویزیون نشستن میبینند، برنامه برای اشتغال زایی وجود نداره. اگر واقعا برنامه برای اشتغال زایی وجود میداشت، میلیون ها جوان ما در آبهای یونان تمه ماهی نمیشدن و یا این که تمه نگهبانان مرزهای کشورهای همسایه و منطقه نمیشیدن. دقیقا چیزی وجود نداره. اگر واقعا داشته باشه پس چرا جوانان ما از مرز فرار کنن و خود بروان از خانه بیرون شوند در یک مخروبه زندگی کنن؟ هیچ کس علاقمندی نیست. به این حساس نه برنامه وجود داره و نه هم اشتغال وجود داره. متاسفانه تنها دولت نیست که دستری علاقش زده و خواب است، مردم هم همین مسئله است. دولت و مردم این دو بود اساسی در پیشرفت توسعه یک کشور هستند که متاسفانه کسانی که در این کشور زندگی میکنن حداقل اونها در فکر از این نیستن که دست یک کسی را بگیرن و بلند کنن، در فکر از این هستن که ما چگونه غصب میکنیم یک انسان. اما آقای نظری، تا چه زمان این غفلت وجود خواهد داشت؟ نظر شما چه هست میشه که؟ خب ما در این مورد میگم برای دولت افغانستان پیام میتونم، برای شهروندهای افغانستان، برای کسانی که تجارهای افغانستان هستند، کسانی هست که واقعا سردمدارای اینمی کشور هستند، اگر واقعا میخواین این کشور از این آلتی وحشی بیرون بیاید، واقعا اگر میخواین که در این کشور صلح بیاید، آشتی بیاید و تمام اقوام دور هم جمع شوند و به طرف ثبات حرکت کنند، بهترین راهشی است که زمینه کار و اشتغال زایی را برای جوانان نسل آینده. اما آقای نظری، حکومت چه برنامه ها باید می داشت و در حال حاضر چقدر از افراد بیکار هستند؟ بیشتر از 1 میلیون و همچنان می بینیم که بیشتر جوانان فرار از افغانستان را پیش گرفتند. در حقیقت فرار جوانان از افغانستان می تونه یک ضربه بزرگ اقتصادی باشه یا خیر؟ خب دقیقا که یک ضربه خیلی بزرگی هست. سرمایه یک کشور نخبگان یک کشور هست. بدون نیروی انسانی
یک کشور چیز دیگری نداره. به این حساس دولت باید چند برنامه می داشت. برنامه اولی از ابتدا اگر این پیش می آمد خیلی خوب می بود که ما اصلا حالا چالشی نمی داشتیم و حالا هم سری وقت است. هر روزی که از این مرحله بگذره بدتر شده می رود. وضعیت امنیتی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی در هر بر هر بودی از زندگی که ما برویم وضعیت بدتر می شود. ولی حالا هم سری وقت است. دولت باید تصمیم بگیره. تصمیم بگیره در چند مرحله این نسل و شهروندان این کشور را تقسیم بندی کنه. نسل اول و برنامه اول ارزیابی برای کسانی که واقعا بی سواد هستن و بیکار هستن. طبقه بندی شوه برای بی سوادانی که بیکار هستن. بودی دومی جوانان و سرمایه هایی که تحصیل کردن تخصص دارن مطابق حاصل تخصص برنامه ریزی باید داشته باشن. بودی سومی بودی اشتغال زایی برای ازی است. تا زمانی که ما کار ایجاد نکنیم دقیقا نه بی سواد ما نه با سواد ما و نه هم جوان ما نه هم پیر ما از دست چیزی خاطی آمد. ولی من یک چیز را میخواهیم بگم. خب دولت باید این برنامه را داشته باشه. اما در حال حاضر دولت همچون برنامه داره یا خیلی؟ متاسفانه یک برنامه میثاق شهروندی هست که تنوز چیزی هم روی دست نیست. برنامه میثاق شهروندی خیلی خوب است که همچون برنامه های مانند میثاق شهروندی باشه که حداقل در اقشار مختلف جوانان را به طرف کار دعوت کنند. میدونین که حاصل منشه خود از بین رفتن نظام اجتماعی، امنیتی و غیره در یک کشور بیکار بودن است. انسان گرسنه به هر کاری دست میزنه. اما انسانی که بتونه روزمره زندگی کنه فقط دفعی ریزی میباشه که میگه ما آسوده زندگی کنم. آقا نظری، پول های خیلی انگفت به افغانستان آمد به این که جوانان بتونن که آموزش های حرفه‌ای را پیش بگیرن. اگر این پول ها برای درست مصرف میشد بر ایجاد شغل امروز چقدر از جوانان میتونستن که به کار مصرف شد؟ خب این پول ها مانند هم پول های دیگر که آمده بود رفتن در جیب سردمدار بگم یا نمیدونم خائن بگم نمیدونم چه کلمه برش انتخاب کنیم که او انسان در جیب زد و رفت به بیرون یا در داخل هست یا هم پاسپورت سر در جیبش هست. تا چه زمان دیگر پول ها همینطور گم خواهد شد؟ خب یا به جیب افراد اشخاص خواهد رفت که من میگم مردم باید زنده شوند. طبقه مردنش هست و طبقه در خواب ماند. مردم باید زنده شوند و از حق خود دفاع کنند. خب تا زمانی که جلوی همچو بدبختی ها گرفتنش و توسط مردم این نظام هست از دست چیزی نخواهد آمد. زمانی که در سر راه این نظام خط قرمزی از طرف ملت صورت گرفت اون زمان میتونن که به اهدافشان نهیل آیند. برای اینکه مردم یک تکان شدید بخورن چه باید شود؟ خب از کدام سو باید حرکت شود؟ خیلی خوب، زمانی که مردم حرکت بکنن باید با برنامه حرکت کنن. برنامه داشته باشن. بدون برنامه که حرکت نمیشه. وقتی که برنامه ها باید از خود تعریف داشته باشن. اولین برنامه ای که ما باید در افغانستان بکنیم اطراف دیوار خانه خود دیوار بکنیم. بعد سر حاصل نظامی همون دو بودی اساسی که بودی سیاسی داخلی هست و بودی سیاسی خارجی هست. این کشورهایی که در افغانستان آمدن و حضور دارن به عنوان ناتو و و و و و و خود کسانی میدانن که واقعا صاحب کشور شدن، اینها باید پاسخگو برای ملت افغانستان باشن که باید چه کار انجام بدن. اولین گام همیت. اگر واقعا آمریکا در افغانستان هست، اگر ناتو در افغانستان هست، همیت مردم افغانستان بگیره. به خاطر چی آمده اینجا؟ آیا آمده به خاطر از اینکه در این کشور زندگی کنه و پول بگیره و ببر از اون کمک که برای خودش میگیره به اینو به نام ما اون در جیب خودش بزنه بره، یا اینکه آمده که امنیت ما رو بگیره؟ اما آقای نظری، در حال حاضر جوانانی که فرار از افغانستان پیش گرفتن
بیشتر دلایلش چی میتونه باشه؟ من براتون میگم بیکاری هست. تنها بیکاری میتونه باشه. تنها بیکاری میتونه هم میتونه در اینجا نقش. وقتی که بیکاری بود، بی امنیتی هم میشه، ناامنی هم میشه، وضعیت خراب هم میشه، انسان خوری هم میشه. این همه بود برمیگرده به شغالزایی. شما در داخل خانواده امروز 40% الا 41% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. یعنی به این معنا که از 100% مردم افغانستان 40% این مردم در خانه‌هایشان نان ندارن. بله. پس چیکار کنن؟ چاره چی است؟ مجبور اجرت کنن. در زمین نزدیک نان ندارن. نان در دسترخوانشان وجود نداره. بیرون هم برآمدن نمیتونن. آقای نظری مجبور هستن اینا. میخوام اینو تکمیل بکنم. مجبور هستن اینا که به هر دری تک تک بکنن. که عبارت از در مخالفین است. در مخالفین این نظام، در مخالفین این ملت، در مخالفین این کشور، که واقعا جنگ این کشور یک جنگ سیاسی نیست. اگر یک بودی خیلی ضعیف سیاسی باشه و در اصل جنگ اقتصادی بزرگی است در اینجا که نمیخواین. آقای نظری، آقای رئیس جمهور در زمان کمپاینشان گفته بودن که اینا 1 میلیون شغل ایجاد میکنن، برعکس اینا 1 میلیون شغل از نسل مردم گرفتن. این به چه معنا بود؟ خب این را باید دولت پاسخ بگه، خود آقای رئیس جمهور پاسخ بده که چرا برعکس شد. علت این که این و... همش برعکس شد چی میتونه باشه؟ دلایل عمده چه هست؟ دلایل یعنی برنامه ریزی مشخص وجود نداشته چگونه بود؟ دلایل عمده و اساسی خود از انپاشیدن امین حکومت وحدت ملی هست که سر وقتی که برچاپکه های قدرت دو تیم ششتن در فکر ملت نشیدن و اون وعده هایی را که در روزهای نخستین گرم و داغ انتخاباتشان میکردن اصلا فراموششان شد. اون ملتی که در بیرون بودن و کلکه هایشان به خاطر از اینا بریده شد، اونا فراموششان شد و این باعث شد که امروز اون برنامه را که 1 میلیون جوان به اشتغال زاهی برش ایجاد شد و او به کار آغاز کنن، اون نه تنها نشد بلکه برعکسش کار از پیش مردم گرفته شد. کسانی که در ادارات دولتی واقعا تجارب داشتن، تخصص داشتن، اونا کنار زده شدن به دلیل اینکه به تیم آقای فلانی مربوط بود و اداره هم به تیم آقای فلانی مربوط بود، اونا هم کنار زده شدن و تعدادی هم بی سواد در رأس آمدن قرار گرفتن با تیم خودشان. امروز اینمون نتیجه همین است که ما چه زمان دیگر با زد و بندهای اینها مردم عادی قربانی خواهند شد؟ تا هر زمانی که ما تصمیم نگیریم، ملت تصمیم نگیره، ما قربانی خواهند شد. ملت قربانی خواهد شد. تا زمانی که جلوی این نظام نگرفت و این ملت جلوی این نظام نگیره، ما قربانی اینمی تو هستیم و از این که بدتر هم خواهیم شد. ببین روز رمضان است و ماه مبارک رمضان. کدام انسان در روی کره زمین انسانی که واقعا انسان است، چی برسه به مسلمانیش که ما میگیم مسلمان هستیم، او زین خدا آمده میسته که برای یک جوان یک انسان دیگر قربانی بسازه و او را توته توته بکنه و یک فامیل در خون در غم بشانه. کدام انسان است؟ فکر نکنم. دور از انسانیت است. کاملا دور از انسانیت است. سر انسان است، سر امچو تیم اصلا کلمه انسانیت حرام است برشان که گذاشت. ولی متاسفانه ما هم خواب هستیم. من میگم باید جلوی این نظام گرفته شود. من میگم باید این کسایی که در رأس قرار دارن کنار زده شوند. اما چگونه آقای نظری؟ خب میتونن خود مردم تصمیم بگیرن. راه های خوبی وجود داره. اما این تصمیم مردم گرفته خواهند تانست؟ دقیقاً. اینجا پارلمان است که پارلمان هم به عنوان پر فسادترین منبع فساد در داخل نظام اداری افغانستان موقعیت داره. ولی نمیدونم راه حلی که بیشتر میتونه تمرکز کرد بالای نسل نوی افغانستان است. نسل نوی افغانستان است که بیان بشینن در یک میز جمع شوند، ازبک، هزاره، تاجیک، پشتون، پشهی و غیره، تمام اقشار افغانستان در یک سقف جمع شوند و بگن که ما دیگه جز ثبات، آبادی، وحدت چیز دیگری نمیخواییم. و کسی که واقعا میخواید صدای خود میکشه که من میخوایم به عنوان ذهیم ملت در افغانستان تعیین شوم، به عنوان خادم ملت در افغانستان تعیین شوم، باید تعهد گرفته شود. آیا برای نسل جدید آقای نظری برای اینا اجازه داده خواهد شد یا خیر؟ دقیقاً که نمیتن، ولی باید کرد. این که ما بگیم که نمیتونیم، اما یک مسئله میخوایم واضح بسازم.
هر چالشی که در مقابل ما قرار میگیره، وقتی که ما به عنوان یک شهروند در یک خاک زندگی میکنیم، ما به عنوان یک چالش را نباید بشناسیم. چالش ما به عنوان یک فرصت تبدیل کنیم. برای ملت افغانستان این یک فرصت است که بعد از انتحاری و بعد از انفجاری شاشهید و رجال برجسته و بعد از 209 شاهین در مزار شریف در شمال افغانستان، این انتحاری بزرگترین انتحاری بود که در داخل خاک افغانستان شد و بیش از صدها خانواده را امروز در غم نشانده و بیش از صدها جوان و نوجوان و پیر و زن در خانه قبر برده. آقا نظری، به نظر شما چقدر صدمات مالی خواهد رسانده باشه؟ این بیش از میلیون ها دلار. بیش از میلیون دلار. شما اگر به شهر نوی کابل بروید، بعد از انتحاری که در شهر نوی کابل در 8 شب صورت گرفت، 3 ماه قبل، یکی دو هفته میشد که شهر نوی کابل پس رنگ و بوی خود گرفته بود و مردم در کن اقتصادی درستی ندارن که هر روز شیشه بشانن، هر روز رنگ و روغن بکنن، هر روز ترمیم کاری بکنن. یکی دو هفته شده بود که میخواستن رنگ و بوی خود بگیرن و بالاخره به سیستم اولی خود بر بگردن تا یک رمانان پیدا بکنن که متاسفانه همه از بین رفت. و امروز کسی که مثلا زخمی شده بود، او وقتی که به شفاخانه مراجعه میکرد، شفاخانه هم پول بود. اگر بعد به یک شفاخانه شخصی میرفت، پولی نداشت. آقای نظری، در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه برای حل این چالش ها چند راه وجود داره. یک راه، همه کسانی که در افغانستان زندگی میکنن، پارلمان افغانستان دقیقاً کسانی هستن که در داخل فساد پیشه هستن و افرادهای پاک نفس هم دارن. ما نمیتونیم که یک نظام همیشه فساد پیشه بگیم. کسانی که در داخل نظام قرار دارن، بیان از خداوند بترسن، دلشان با آل این ملت نسوخت، از خداوند بترسن. اگر از خداوند نمیترسن، حداقل به مادرش که این امین وطن است دلش بسوزه و تصمیم بگیرن به خاطر ثبات افغانستان، به گروه هایی که در بیرون نظام سیاسی افغانستان فعالیت میکنند، بر ضد دولت افغانستان فعالیت میکنند، مانند شورای حراست و ثبات و غیره، که دقیقاً کسانی هستند که همشان در نظام قبلی در بوسای بلند دولتی بودند، بیان به خاطر این خاک و این کشور و اولاد این وطن تصمیم بگیرند که چیکار باید کنند. رای اولی، این نظام باید تبدیل کرد به یک نظامی که واقعا به طرف ثبات می رود. یک کسی را انتخاب کنند که از این یک چوکی و دو نفر بیرون بیایند. یک چوکی به یک نفر بودند تا دو طرف کش نشود. خیلی سپاس. با این نظری استاد دانشگاه، از اینکه در زیربنا تشریف آوردین، و بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار.